دشمنان ما آمدن پشت سر یک عده افراد تازه کار در کاخ سفید و این رو به هم زدن. خب حالا میخواستن ما به هم بزنیم تا دنیا علیه ما بشه، ما صبر کردیم. اما صبر به هر حال یک زمان داره دیگه، بی‌نهایت که نمیشه صبر کرد. گفت کاسه صبر دیگه، این کاسه صبر یه مقدار آب میگیره دیگه، حالا یه وقتی لبریز میشه دیگه تمام میشه. این همینه که میگن کاسه صبر ما لبریز شد. من همین تعبیر رو کردم به رؤسای یکی از کشورهای بزرگی که همین چند روز پیش تلفنی با من صحبت میکرد. گفتم برای اینکه بدونی ملت ما کاسه صبرش لبریز شده، چون سر یه چونه موضوعی با من چونه میزد، بهش گفتم که کاسه صبر ما لبریز شده. صبر کردیم دیگه، چقدر صبر کنیم؟ ما یک سال صبر کردیم دیگه. گفتید یه ماه دیگه صبر، گفتید دو ماه دیگه صبر کردیم، گفتید اینجوری بشه، صبر کردیم دیگه، کافیه. استراتژی صبر راهبردی را ما تغییر دادیم از 18 اردیبهشت امسال به اقدام متقابل. صبر راهبردی تبدیل شد به استراتژی اقدام متقابل. گفتیم ما در برابر شما حالا علا سوا عمل میکنیم، شما با کاهش تعهدات عمل میکنیم، ما هم تعهداتمون کاهش میدیم. شما تعهداتتون رو میارید بالا، ما هم میبریم بالا. شما 100% عمل میکنید، ما هم 100% عمل میکنیم. امروز شما کاهش با کاهش دارید عمل میکنید، البته غیر آمریکا، حالا آمریکا که نقص کرده خارج شده، بقیه رو من میگم، ما هم کاهش میدیم. یه روزی شما اگر بیایید نقض کنید کل برجام رو، خب ما هم نقض میکنیم. یه روزی شما اگر برگردید، بازگشت در برابر بازگشت، کاهش در برابر کاهش، نقض در برابر نقض، اجرای کامل در برابر اجرای کامل، خیلی خوب برگردید، شما هم عمل کنید، ما هم عمل میکنیم. حالا البته تو این وسط مذاکرات زیادی این روزا داریم، حالا این مذاکرات به هر کجا که برسه، ما مسیری که انتخاب کردیم مسیر درستی است. انتخاب کردیم مسیر ما مسیر درستی است، این مسیر رو پیش میبریم،